جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور گفته با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن از تهدیدهای دهشت افکنی در این کشور چشم پوشی نمی‌کند. در بخشی از این نامه آمده آمریکا از روند صلح و همکاری سازمان ملل و نیروهای امنیتی افغان حمایت می‌کند. از سوی هم سخنگویان هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان می‌گویند رؤسا و برخی از اعضای دو هیئت شام روز گذشته با هم دیدار کردند. این در حالی است که رسانه‌های هندی از تلاش دهلی نو برای گفتگو با ملا برادر گزارش دادند. آگاهان اما میگویند پاکستان با نفوذی که روی طالبان دارد نمیگذارد این تلاش ها به نتیجه برسد. محمد اسلام بهنوش گزارش میدهد. همزمان با برگشت این سربازان به خانه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه به کنگره گفته با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن از تهدیدهای دهشت افکنی در این کشور چشم پوشی نخواهد کرد. تهدیدهایی که این روزها به سطح تازه‌ای رسیده است. بایدن هم گفته اگر لازم شود آمریکا برای جلوگیری از این تهدیدها نیروهایش را در منطقه تنظیم می‌کند. سکاندار کاخ سفید افزوده آمریکا از روند صلح به همکاری سازمان ملل و نیز نیروهای امنیتی افغان حمایت می‌کند. و از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان نیز خواسته اقدامات بیشتری را در حمایت از آوردن ثبات در افغانستان انجام دهد. از این پایگاه تمام منطقه را در حقیقت تحت چتر پوشش استراتژیک خود قرار بدن. ولی در حقیقت چنین ادعای بسیار زیاد معنا نداره، به دلایل از اینکه اگر پیش از آمدن آمریکا به افغانستان یک چنین چیزی می بود باور شدنی بود. با خروج نیروهای آمریکایی طالبان مناطق تحت حاکمیتش را گسترش داده، حداقل با به دست آوردن 18 ولسوالی. همزمان با نگرانی‌ها از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، هند در گفتگو را بر روی این گروه گشوده است به هدف تامین منافع دهلی نو در نظام پسا توافق صلح. روزنامه هندوستان تایمز گزارش داد در ماه‌های گذشته چند پیام میان مقام‌های نظامی هند و ملا برادر رد و بدل شده، اما هنوز در مورد گفتگوی مستقیم توافق نشده. باورهای این است که اسلام آباد رقیب دیرینه دهلی نو نمیگذارد این تلاش ها به ثمر برسد. پاکستان تحمل نخواهد کرد که طالبانی که در طول 20 سال بلکه بیش از 25 سال مورد حمایت پاکستان بوده و حالا بیاید یک کشور دیگر در بدنه زنا رسوخ کنه و اصلا پاکستان علاقمند به اینه که از طالبان در سیاست خارجی منطقه خود علیه کشورهای دیگر استفاده بکنه و اجازه را نخواهد داد. با این حال تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نیمبند صلح جریان دارد. روز گذشته نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مذاکرات صلح دیدار کرد. مذاکراتی که پس از هفته‌ها و ماه‌ها شام دیروز میان رؤسای هیئت حکومت و طالبان برگزار شد. دو طرف گفته در این نشست در مورد تسریع مذاکرات و موضوعات آجندای آن تفاهم شده. مو روایت پیروزی در جنگ طالب بیشتر ترکیز کرد و بنابراین از مذاکرات کنار رفت و 8 ماه مکمل است یا بیشتر از او که هیچ نوع مذاکره و تصمیم در قطر گرفته نمیشه، چون مذاکرات قطر به بنبست رسید، شکست خورد. با این همه سنکام یا ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده از آغاز خروج نیروهای خارجی تا کنون 50% سربازان آمریکایی افغانستان را ترک کردند. قرار است تا 4 ماه دیگر شمار سربازان خارجی در افغانستان به 0 برسد. مهلتی که به مردم نگرانی و به طالبان امید پیروزی می‌دهد. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با محمد جواد محدثی، آگاه روابط بین الملل، با طرح این سوال که جو بایدن در تازه ترین واکنشش نسبت به جنگ و صلح افغانستان گفته آمریکایی‌ها به اهدافی که در افغانستان داشته رسیده و این کشور را ترک می‌کنند. آیا واقعاً مبارزه با تروریسم در افغانستان به هدفی که تعیین شده بود رسیده است؟ اگر نه چرا آمریکا چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند؟ من فکر میکنم که آقای جو بایدن با این نامه یا اظهار نظری که کرده اما عدم پختگی ایشان را در مدیریت تحولات بین الملل و همچنین وضعیت افغانستان نشان میده. در واقع به دلیل از این که
نه تروریسمی که هدف اصلی حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه و به خصوص در بستر به نام افغانستان بود، به او هدف آمریکایی ها دست یافت، بلکه تروریسم و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی یا دهشت افکن در سطح کل خاورمیانه و به خصوص در بستر به نام افغانستان افزایش یافته که میتونه از طریق بالاخره شاخص‌ها یا آمار و ارقام فعالیت‌های از این گروه ها ای ادعا را به خوبی به اثبات برسانیم و نه اون چیزی را که ایالات متحده آمریکا هدف دیگه خودش تعیین کرده بود که به اصطلاح مهار فعالیت های گروه های رادیکال یا اسلامگرای افراطی یا مبارزه با اسلامگرایان افراطی یا عدم گسترش اسلامگرایی افراطی بود، ای هم اصلاح تحقق پیدا نکرد و برآورده نشده و افغانستانی که بالاخره همکاری کرد با ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی و حدود 20 سال را یا بیشتر و کمتری را همراهی کرد و همگام با اونا حرکت کردم و از فانه دیده میشه که تنها گذاشتم و حتی همون جایگاه هژمونی بودن ایالات متحده آمریکا در سطح نظام بین‌الملل با این رفتار یا اقدام به اصطلاح غیر پخته شده ایالات متحده آمریکا و خصوص آقای بایدن خدشه‌دار شده. افغانستان و آمریکا متحد استراتژیک یکدیگر هستند جناب آقای مهندسی. آیا وظیفه ایالات متحده نیست که تا در برابر طالبان که از بیرون تمویل و تجهیز می‌شوند ایستاده و اجازه ندهند تا مناطق تحت کنترل دولت در تسلط طالبان قرار بگیرند؟ ببینید چرا به همین خاطرم هست که ما پیشتر عرض کردیم ایالات متحده آمریکا یک تعهد داشت در برابر افغانستان که او تعهدش مبتنی بود بر همو اقدام اولیه که در سال 2001 و پس از حملات 11 سپتامبر آمریکایی‌ها در افغانستان حضور پیدا کرد و بر اساس از امو هم یک پیمانی را با حکومت فعلی افغانستان به امضا رسانیده بود که باید در موضوعات مختلف از جمله به خصوص در بحث امنیت افغانستان و کشور افغانستان باید حکومت افغانستان را و مردم افغانستان را همراهی بکنه، ولی به صورت یک جانبه متاسفانه به این و بالاخره معاهده یا پیمان امنیتی که پیمان استراتژیکی که امضا کردن بالاخره نقطه پایان یا انگشت پایان گذاشت و افغانستان را تنها میخواید بگذاره و ترک کنه و به او اهدافی که خود آمریکا داره در آینده به او فکر میکنه، نه به مردم افغانستان و حکومت افغانستان که هم نقض امو معاهدات بین‌المللی هست. اگر کوتاه‌تر بفرمایید ممنون میشم که گفته های وجود دارد که هند در صدد برقراری ارتباط با طالبان هست، آیا به نظر شما این اقدام هند را شما چگونه ارزیابی میکنید و اصلا هند به دنبال چی است؟ ببینید هند میخواهد به عنوان یک کشور مؤثر و تاثیرگذار در سطح منطقه جنوب آسیا همچنان عمل کنه و از طرف دیگر هم به عنوان یک کشور دوستی که با افغانها همواره تلقی می شده او را هم می خواهد داشته باشه. بله. و از این راه گذر است که هندی ها چون دیدن که پاکستانی ها از مهره به نام گروه طالبان در جهت پیشبرد اهداف خود در سطح منطقه و خصوص در افغانستان و دولت افغانستان استفاده می‌ورزه، هندی ها هم در صدد از این برآمده که رابطه خود را با گروه طالبان که قبلا خیلی رابطه نزدیکی نداشته این رابطه را بیشتر بسازه و خوبتر بسازه تا در برابر این منطقه خودش بشبه. پاکستان هست از بالاخره دایره رقابت ها عقب نماند.